امام به جنگ با قواعد اینا رفته. اونها سیستمی ساخته بودن که دیگه اصلا نمیخواستن کسی مثل امیرالمومنین دوباره بیاد سر کار. قاعده به وجود آوردن که نبوت و خلافت در بنی هاشم نباید قرار بگیره. آره، قانون کی گذاشت؟ خودشون. متأثر از کی؟ یهود شمال مدینه. سیاست از دیانت باید جدا شه. این حرفی که لایک ها و سکولار ها میزنن 1400 سال پیش اجرا شده، صحابه پیغمبر انجام دادن. قبل از اونا بنی اسرائیل انجام دادن. شما میدید بنی اسرائیل دو تا پیامبر دارن که به حکومت رسیدن، حضرت سلیمان و حضرت داوود. نکته جالب اینجاست که اینها این دو نفر رو پیامبر نمیدونن، میان پیغمبر نیستن، دو تا آدم عادی هن. ما میگیم پیغمبرن. گفت تمام شد، نباید نبوت اون جایگاه الهی و خلافت که حکومتی یک جا با هم جمع میشه. اینو یه قاعده کرد. در این که امیرالمومنین افقه اونهاست، از همه فقیه تر، اعلم اونهاست، اقضاست، قاضی ترین، اعدل، عادل ترین، اصلا شکی نیست باسواد ترین اهل بیتن. هر جنه گیر و گوری میخوردن میمن سراغ اهل بیت. اما میگفتن باشه تو آخوند ما باش، باشه اگه گیر کردیم اینو چجور باید تلفظ کنیم سراغ تو هم میایم، اما حکومت مال ماست، قدرت مال ماست. این اصل رو جا انداخته که بعدها همون بخشی هم که به اهل بیت هجوم میشد با واسه مسائل شرعی، همون هم بابتش آدم تراشیدن. هم از خود بنی هاشم که رقیب اهل بیت بشن، امثال ابن عباس ها رو بهشون رسانه میدادن، تریبون میدادن که اینا بیان بالا تو چش بیان، و غیر بنی هاشم. حضرت در پاسخ به مروان میفرمان انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام. فاتحه اسلام خوندم. اذا بلیت الامه، صحبت جامعه است. وقتی این جامعه دچار بلایی شده، به راه مثل یزید، دوچار یه حاکم مثل یزید بشه. و لقد سمعت جدی، من شنیدم که پیامبر جدم میفرمود، گوش کن، الخلافت و محرمت و علی آل ابی سفیان، خلافت حرام است بر آل ابی سفیان. در مقابل قاعده اونا ابو عبدالله قاعده داره میکنه. اونا میگن خلافت نبوت جمع نمیشه. حضرت میفهمه که اصلا به شما که کلن حرامه، تو دیگه اصلا حرف نزن، به آل ابی سفیان به فکر تو. کلی از این جماعتی که مسلمان شده اصلا پیغمبر ندیدن، فتوحات مال بعد از پیامبره. ایرانی ها پیامبر ندیدن، رومی ها ندیدن، مصری ها ندیدن، خیلی از یمنی ها ندیدن. اینا میگه اسلام چیم؟ گفت همین که اینو میگم. بعد اون اسلام که بخشنامه حکومتی بود، یوی یه بخشنامه میشد، تمام ائمه جمعه تو نماز جمعه ها این حرف رو باید بزن، تمام سخنران ها باید اینو بگن، تمام حاکم ها باید این کار انجام بده. رسانه ای نبوده، این اینستاگرامی باشه، تلگرامی باشه، مردم از جای دیگه هم مثلا بتونن یه خبر یه چیزی بشنون. نه، همین رسانه یعنی منبع، یعنی معزنه. فاذا رأیتم معاویه علی منبری، محسن فرمود جدم فرمود اگه دیدید معاویه رو بالای منبر من، رأیتم دید بالا علی منبری، فابغرو بطنه، همونجا بلنشی شکمشو بدرید. و قد رآه اهل مدینه، اما مردم مدینه دیدنش بالای علی منبر، فلم یبغرو، نکشتنش، شکمشو پاره نکردن. فابتلاهم الله به یزید الفاسق. اگه همون موقع معاویه رو میزدن کار به یزید نمیکشید. دیدید یه قاعده پیامبر میفرماد آل ابی سفیان حرام خلافت برشون، یه قاعده شماها علم کردید. کدوم دستور العمل، کدوم پروتکل، با کدوم پروتکل میخوای پیش بری؟ امام به جنگ با قواعد اینا رفت. عجب، برای چی این کارو کرده؟ آ این بوده، این جمله برای این بوده.